آرمانگرایی همون دنیای خیالی است. این تخیلات من دائما به دنبال آرمانگرایی، یعنی کار 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 برای بهبود کشورم، از حیث زیر ساختهای مثلا مثل جاده سازی، راه آهن، از بین رفتن بیکاری با اون فرمول هایی که تو ذهنم شکل میگیره، از بین رفتن فقر، ایجاد مساوات و تمام چیزهایی که جزء آرمان هایی است که به شدت دور از دسترس هستند. و من فکر میکنم که گاهی اوقات دارم وقتم رو صرف میکنم با این خیال پردازی ها، ولی هر آنچه که هست یک نوع آرمان خواهیه. به یاد ندارم تو این خیال پردازی ها منافع خودم یا نقشه کشیدن برای اینکه چجور میتونم کامروا بشم در عرصه زندگی، از حیث مالی، از حیث زندگی و حتی فیلم سازی به اینا هرگز فکر نمی کنم. همون خیال پردازی هاییست که دوست داشتنی است. یعنی یمان می کنم اگر کشوری داشتم که صاحبش بودم، قاعدتا تمام هم و غم من این بود که مردمانش خوشبخت بشن، مدرن بشه، خوب بشه، جهل توش اصلا وجود نداشته باشه، همه کامروا زندگی کنن. اما اینا اونقدر غلیظه که من فقط میتونم اسم خیال پردازی روشون بذارم. تطبیق اینا به چگونه است؟ به این شکلی که تا جایی که میتونم کاری دستم ساخته است انجام بدم، حتی کاری که به نظر ممکنه دیگران خندهشون بگیره، دیگران مسخره بدونن اینکه من دارم وقتم رو صرف مثلا یه اعتراض به کسی میکنم که اومده ماشینش رو توی پیاده رو پارک کرده. خب ممکنه تا کتک بخورم سر این مسئله، ولی با تمام این اوصاف من فکر میکنم حق ندارم که بی تفاوت باشم، حتی با اینکه بخوام دوستانه و مهربانانه با عذرخواهی های فراوان بخوام مسئله رو باشم مطرح بکنن، که کمتر پیش میاد که استقبال بشه از یک چنین برخوردهایی. این تطبیق دادن خیالات بسیار بسیار بلند پروازانه من با واقعیت عین شوخیه، جدی نباید بگیرم خودمم. ولی این سوال شما مبنی بر این که چه جایگاهی خواهد داشت در عرصه فیلم سازی، ناچارم تمام خیال پردازی ها رو بذارم کنار. الان دیگه صحبت سرمایه سنگینه، مثلا مثل ساخت فیلم کاناپه که حدود 1,600,000,000 به نظر میرسه یا 1,700,000,000 سرمایه است، اینجا من نمیتونم با اون خیال پردازی ها سر کنم. تمام اون خیال پردازی ها تبدیل میشه به پشتوانه من که من به اونا دارم تکیه میدم. حتما این کاتالیزور موجوده دیگه، وقتی دارم فیلمم رو میسازم مبادا اثری از اون خیال پردازی ها باشه. کارخانه رویاسازی، فیلمی مثل معجزه سیب مال بیلی وایلدر برای من خیلی جذاب دیدنش، میبینم سیر نمیشم، ولی هرگز به سمت سوی ساختن چون این خیال پردازی شیرینی نمیرم. این رو از دیدنش لذت میبرم، سعی میکنم دیگران بسازن، اگر خوب ساخته باشم من لذت من ببرم از دیدن اون. ولی اون بچه عبوس در عرصه فیلم سازی باشم بهتره، همونی که وقتی مهمون خونه‌شون میاد توی پستوی خونه پنهانش میکنن، ترجیح میدم اون باشم.